با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و با سلام به شما علی جوادی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. متشکرم به شما و به بینندگان عزیز تلویزیون برای یک دنیای بهتر سلام میکنم. به اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر، روز همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر در سراسر دنیا نزدیک میشیم. اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر رو به همه کارگران، به همه زحمتکشان و به همه مردم در سراسر ایران و در سراسر کره خاکی تبریک میگیم. طبقه کارگر درگیر یک مبارزه وسیع بر علیه سیستم سرمایه‌داری در کشورهای مختلف هست. ما به مناسبت اول ماه مه، بخش اول برنامه تلویزیونی برای یک دنیای بهتر رو به همین مسئله اختصاص دادیم. نقش اول ماه مه در جامعه بشری و در مبارزه طبقه کارگر. علی جوادی، اهمیت اول ماه مه چیه؟ جایگاه اول ماه مه چیه؟ و چرا هر ساله طبقه کارگر باید این روز رو گرامی می‌دارن و معنای عملیش و معنای سیاسیش برای طبقه کارگر در سراسر دنیا چیه؟ اجازه بدین قبل از پاسخ دادن، منم اول ماه مه روز جهانی کارگر رو، روز همبستگی کارگران رو به همه کارگران، به طبقه کارگر در عرصه جهانی در پهنای ایران تبریک بگم، صمیمانه تبریک بگم. مسلمه تاریخچه اول ماه مه شناخته شده است، روز ناشناخته نیست. اول ماه مه روز همبستگی و روز اتحاد طبقه کارگره. روزی هستش که کارگران مستقل از رنگ، نژاد، پوست، جنسیت به میدون میان، اعلام میکنن که یک صف جهانی هستن، یک صف طبقاتی هستن و برای آرمانهای مشترکی که نابودی نظام سرمایداری حاکم بر جهان معاصر هست، اعلام مبارزه، اعلام تلاش برای کنار زدن، به زیر کشیدن این سیستم استثمارگر هستن. اول ماه مه روز اتحاد طبقاتی کارگران در گوشه و کنار جهان هستش، روز همبستگی، روز اتحاد، روز تجدید عزم مجدد برای پیشروی در مبارزه کارگری هستش و اول ماه مه روزی هستش که متمایز میکنه این روز رو از سایر روزهایی که به اصطلاح در تاریخ بشری بزرگ داشتش رو برگزار میکنن. این یک روزی هست نمونه، به طوری که میگه یک طبقه جهانی هست که تمام محصولات تولید شده در سطح جهان حاصل تلاش این طبقه است، در صورتی که خود این طبقه سهم اندک و ناچیزی از مواهب تولید شده که حاصل تلاش خودش هست بی بهره است، محرومه. و اول ماه مه پیامش اینه که این وضعیت، این جهان، این دنیای نابرابر، این وضعیت کنونی باید دگرگون بشه، جهان باید از روی قاعدهش به زمین گذاشته بشه و این نابرابری، این واژگونیه به اصطلاح موقعیت اجتماعی سیاسی در دنیای معاصر، این نابرابری باید پایان داده بشه. اول ماه مه چه این اهمیتی داره برای هر کارگر، برای هر انسان زحمتکش، برای هر کسی که به آینده جامعه بشری نگاه میکنه، برای هر انسانی که برای رهایی بشریت تلاش میکنه، اول ماه مه چنین پیامی رو به اصطلاح به دنبال خودش داره؟ خب، اول شما اشاره کردین که اول ماه مه در واقع داره طبقه کارگر میگه که این دنیای نابرابر رو باید از قاعدهش بر زمین زد و یک دنیای برابر مبتنی بر عدم تبعیض و نابرابری رو به وجود آورد. آلترناتیف های مختلفی در عرصه جهانی و در دنیا در تقابل با هم در مبارزه و در تلاشن برای این دنیایی که خودشون میخوان به وجود بیارن. شما فکر میکنین که مطلوبیت آلترناتیو کارگری و در واقع تمایز آلترناتیو کارگری در مقابل آلترناتیو های دیگه چیه؟ که اون رو ببینید، در درجه اول سوال بسیار خوبی هستش و بجا. در درجه اول تمام آلترناتیو های موجود یا برای حفظ و تداوم بخشیدن نابرابری، ستم و استثماری که در جهان کنونی موجود هست تلاش میکنن، یا برای اصلاح اندک وضعیت موجود و برای به اصطلاح قابل هضم کردن این وضعیت برای قربانیان چنین وضعیتی تلاش میکنن. اما این تنها و تنها آلترناتیو کارگری هست، آلترناتیو حکومت کارگری هست، آلترناتیوی که کارگران برای رهایی جامعه از مصائب و مسائلی که ناشی از سیستم سرمایه‌داری معاصر هست
ارائه میدن و این آلترناتیو هست که رهایی بخشه. در پس این آلترناتیو این فقط کارگران نیستن که موقعیت خودشون تغییر پیدا میکنه، بلکه جامعه با آزادی خودش، با آزادی کارگر آزاد میشه. جامعه آزاد نخواهد بود تا زمانی که کارگران آزاد باشن و کارگران تنها نیروی هستن که میتونن مبشر آزادی همگان در جامعه باشن. تاریخ تلاش‌های تاکنونی بشر در طول دهه‌ها و قرن‌های معاصر همواره این بوده که یک طبقه بر جامعه حاکم شده و مقدرات و نیات و امیال خودش رو بر جامعه به اصطلاح تحمیل کرده. اما تاریخ به قدرت رسیدن آلترناتیو کارگری و پیروزی آلترناتیو کارگری، تاریخ پایان دادن به چنین کشمکش‌های طبقاتی و خلاصی از شر این مجموعه تخاصمات هست و به جاش جایگزین کردن وضعیتی که انسان علل عموم آزاد میشه، جامعه طبقاتی برش پایانی گذاشته میشه، استثمار نابود میشه، نابرابری از بین میره و انسانه و به میزان نیازش از مواهب تولید شده در جامعه بهره‌مند میشه و به میزان امکانش و تلاشش برای به اصطلاح رفع نیازمندی های جامعه تلاش میکنه و این اون حکم اساسی هست که در مقابل جامعه قرار میگیره. ما در مقابل یک بر سر دوراهی قرار داریم، در مقابل دو آلترناتیو اجتماعی موجود در جامعه قرار داریم، یا ادامه وضعیت موجود سرمایه‌داری که نوعی بربریت و توحش ذاتی رو درش میبینیم، یا اینکه پایان دادن به این وضعیت و استقرار یک جامعه آزاد و برابر که این تنها میتونه در با توجه به پرچم آلترناتیو کارگری متحقق بشه و زمینه های شکل گیریش میتونه پایه‌ریزی بشه. جامعه در مقابل این آلترناتیو و این دوراهی قرار داره. خب علی جوادی، کسایی که صحبت های شما رو میشنوند، برخی ممکنه این سوال توی ذهنشون بگرده، بگن که این حرفایی که شما میزنید خیلی درسته، ما هم آزادی میخوایم، ما هم یه دنیای بدون تبعیض میخوایم، آلترناتیو کارگری یا آلترناتیو درستیه، ولی این یه آلترناتیو واقعی نیست، یه آلترناتیو مطلوبی نیست، عملی نیست. الان به دنیا نگاه کنین، ما به ترامپ داریم توی امریکا نگاه میکنیم، به همین انتخاباتی که در فرانسه در جریان نگاهی بیاندازیم، میبینیم که جریانات فاشیستی و جریانات دست راستی به دوره دوم کشیده شدن که برای مدت‌های مدیدی این در تاریخ فرانسه بی سابقه بوده و بعد به رشد و نفوذ جریانات دست راستی و جریانات کاملا مدافع سرسخت نظام سرمایه‌داری در دنیا اشاره می‌کنند و اشاره می‌کنند که آلترناتیو کارگری در مقابل اونها نتونسته به یه شکل به اصطلاح مؤثری اونها رو عقب بزنه. خب پاسخ شما به اون چیه؟ ببینید، به یه واقعیتی اشاره می‌کنند که آلترناتیو کارگری نتونسته این آلترناتیو‌ها رو به کناری بزنه، ولی استنتاج به شدت نادرست و برای به منظور حفظ وضع موجودی از پایه‌ریزی استدلال خودشون مطرح میکنن. اگر آلترناتیو کارگری متحقق نشده، نه به خاطر عملی نبودنش، بلکه به خاطر اینکه لشکر عظیم سرمایه‌داری جهانی با بنگاه‌های تبلیغاتیش، با رسانه‌هاش، با مذهبش، با دستگاه کلیسا و دستگاه اسلام و دستگاه یهودیت و غیره و با تمام تئوریسین‌ها و بالاتر از همشون با ارتش و دستگاه پلیس و شکنجه و زندان، در مقابله با چنین آلترناتیوی هر روزه میلیاردها دلار خرج میکنن که سیستم موجود رو حفظ بکنن و این اساس هست. اگر عملی نشده، نه به خاطر عدم مطلوبیت، نه به خاطر امکان ناپذیری چنین آلترناتیوی، بلکه به خاطر لشکر عظیمی از به اصطلاح نیروهای نظامی، نیروهای تحمیق، نیروهای عوامفریبی، نیروهای مذهبی، برای این هستش که این وضعیت موجود رو حفظ بکنن و برای حفظ این وضعیت موجود شکنجه میکنن، زندان میکنن، تحمیق میکنن، فریب میدن و این وضعیت رو میتونن کماکان حفظ بکنن. نتیجتا اون به اصطلاح مصلحین اجتماعی که ما رو نصیحت میکنن که این آلترناتیو عملی نیست، قبل از هر چیز باید به این سفارایی نگاه کنن. طبقه جهانی محروم نگه داشته شده،
بر بخشای وسیعی از جهان از کوچکترین حقوق کارگری، حقوق انسانی، حقوق تشکلیابی و غیره و اعتراض و اعتصاب و غیره محروم شده. بعد میگن آلترناتیو شما عملی نیست. اگر میخواین عملی شدنش رو ببینید، وضعیت موجود سرمایه‌داری رو، ارتش و نظام‌هاش رو کنار بزنید، ارتشش رو کنار بزنید، دستگاه شکنجه‌ش رو کنار بزنید، رسانه‌ها رو به طور مساوی در اختیار همگان و نمایندگان جنبش‌های اجتماعی در جامعه قرار بدید، ببینید کدوم آلترناتیو عملی هست، کدوم آلترناتیو عملی نیست، و اونجا واقعیت مساوی میشه. نه اینکه زمین بازی رو طوری بچینن که شیبش عملاً 90 درجه بر علیه به اصطلاح طبقه کارگر رو بر علیه آلترناتیو اجتماعیش بگه، بعد بگن گل زدن برای شما سخت ممکن نیست. خب مسلمه تا زمانی که چنین وضعیتی رو سازمان دادن، برای بعضی، برای توجیه کنندگان وضع سرمایه‌داری، آلترناتیو کارگری شاید عملی به نظر نرسه. اما اگر بگذریم از این مسئله، باید اذعان بکنم که بحث عملی نبودن آلترناتیو کارگری بحث واقعی نیست. بحث واقعیشون اینه که آلترناتیو کارگری مطلوب نیست. اینا کسانی نیستن که جز مدافعین واقعی آلترناتیو کارگری باشن. اگر کسی چنین صورت مسئله‌ای رو در مقابل خودش قرار بده، مشغول این میشه که به اصطلاح موانع موجود در راه پیشروی آلترناتیو کارگری رو به کناری بزنه، مشغول این میشه که مسئله اتحاد و همبستگی طبقه کارگر رو هموار بکنه راهشو، مشغول این میشه که آلترناتیو کارگری رو، یعنی آزادی، برابری، حکومت کارگری رو به یک پرچم مبارزاتی صف مستقل طبقه کارگر چه در ایران و چه در جهان تبدیل بکنه و بگه بعد فقط میتونه محصول حاصل تلاش ما باشه. ببینید آلترناتیو کارگری به همون میزان عملیه که تلاش ما برای متحقق کردنش پشتوانش باشه. اما اگر امروزه میبینیم که نشده، نه به خاطر عدم مطلوبیت، نه به خاطر اینکه امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه قوای معینی در مقابله باهاش آرایش گرفتن، بیلیون ها دلار هر روزه صرف مقابله با آلترناتیو کارگری میکنن، از ارتش های عظیم، از بمب های اتمیشون گرفته، از دستگاه تبلیغ و عوام فریبیشون گرفته، از مذهب و رسانه ها و به اصطلاح تمامی ارگان ها گرفته در مقابل آلترناتیو کارگری و تلاش کارگر برای رهایی سازمان یافتن. بعد ببینید که اگر زمین مساوی داشته باشیم، برنده اون بازی زمین مساوی چه نیروی خواهد بود. خب علی جواد، در ارتباط با نکاتی که مطرح کردین، دوباره با سوالی که میتونه مطرح باشه، این که خب این زمین نامساوی همیشه موجود خواهد بود و به این اعتبار چه مسائل گره‌ای که مقابل جنبش طبقه کارگر است که این زمین نامساوی رو به شکلی در بیاره که آلترناتیو خودش رو بتونه به عنوان یه آلترناتیو مطلوب و به عنوان یه آلترناتیو قدرتمند در مقابل آلترناتیو دیگه قرار بده و اون رو کنار بزنه، چجوری میتونه اون زمین نامساوی رو عوض بکنه به نفع خودش؟ ببینید زمین نامساوی رو میشه زمین برابری کرد و هموارش کرد. از نوع انقلاب اکتبر رو شاهدش باشیم، از انقلابی که طبقه کارگر به رهبری لنین تونست قدرت سیاسی رو در پس از به اصطلاح از دولت موقت بورژوازی در روسیه بگیره و یک حکومت کارگری رو حداقل برای مدت معینی سازمان بده. زمین رو میتونه به طور مساوی هموار کرد یا برابر کرد شرایط رو که شاهد انقلابی از جنس کمون پاریس باشیم که به اصطلاح کمونارت ها تونستن حکومت رو در دست بگیرن، حتی برای مدت کوتاهی، و حکم آزادی کارگر رو، حکم رهایی کارگر رو جامعه ابلاغ بکنن. به منظور به اصطلاح هموار کردن زمین، این آلترناتیو اجتماعی که امروزه با پرچم کمونیسم کارگری نمایندگی میشه، با پرچم یک دنیای بهتر نمایندگی میشه، باید بتونه با تلاش‌های بسیار خودش رو به نیروی رهبری کننده، نیروی سازمان دهنده جنبش طبقه کارگر، جنبش اعتراضی طبقه کارگر تبدیل بکنه و مطلوبیتش رو، ممکن پذیر بودنش رو در اذهان جامعه بتونه تثبیت بکنه. زمانی که جامعه دستخوش یک تلاطم عظیم اجتماعی میشه، جامعه بتونه برگرده به یک نیروی سیاسی نگاه بکنه که در سیماش، در توانش، در اندامش قابلیت قدرتگیری رو داره و میتونه اهداف دیرینه جامعه رو متحقق بکنه. مسلما چنین تلاش هایی هست. زمانی که ما کمونیسم کارگری، طبقه کارگر تونسته باشه با پرچم آزادی، برابری، حکومت کارگری به میدون بیاد، صف مستقل خودش رو تشکیل بده، میتونه دگرگونی های عظیمی رو به وجود بیاره
که به اصطلاح یک گسست تاریخی در طول تاریخ جوامع بشری باشه. مشکلات موانع بسیار هستن، اما این اون راهیه که باید پیموده بشه. صف کمونیسم کارگری باید بتونه به رهبر اعتراضات کارگران تبدیل بشه تا بتونه در یک بزنگاه سیاسی با جلب توجه نیروهای جامعه امر انقلاب اجتماعی رو که در پی حادثه تحولات عظیم اجتماعی صورت میگیره در رأسش قرار بگیره و این رو به سرمنزل مطلوب و مقصود خودش به اصطلاح برسونه. خب وارد ایران میشیم. علی جوادی، در ارتباط با آلترناتیو کارگری در تحولات سیاسی ایران، به خصوص زمانی که به اول ماه مه داریم نزدیک بشیم، این رو میتونن باز مطرح بکنن که طبقه کارگر در ایران مشغول مبارزه برای حداقل دستمزد خودش، مبارزه برای بهبود شرایط معیشتی است، برای اینکه طبقه کارگر تو عرصه جامعه در ایران به عنوان یه آلترناتیو قوی و قدرتمند در مقابل سایر آلترناتیوها خودش رو مطرح بکنه، چجوری باید قدم برداره و موانع کار رو چجوری باید طی کنه؟ ببینید، به نظرم به چند فاکتور میشه اشاره کرد. فاکتورهایی که در سطح مایکرو مطرح هستن، فاکتورهایی که در سطح ماکرو مطرح هستن. پیروزی طبقه کارگر در جدال با وضعیت موجود، در جدال با سیستم حکومتی حاکم، نظام جمهوری اسلامی، نظام سرمایه‌داری حاکم، در گرو یک پیروزی سیاسی هست که توسط حزب خودش میتونه ممکن باشه. تنها و تنها در شرایطی که طبقه کارگر به وسیله حزب رادیکال انقلابی کمونیستی کارگری نمایندگی بشه، که این حزب و این نیروی سیاسی تونسته باشه اعتماد وسیع رهبران عملی کارگر رو جلب کرده باشه، اونا رو در صفوف خودش متشکل و متحد کرده باشه، تونسته باشه نماینده پرسر و صدای آزادی و رهایی و برابری زن و مرد در جامعه باشه، تونسته باشه نشون بده که نماینده نفرت از مذهب در جامعه هستش و میتونه امر جدایی دین از دولت رو متحقق بکنه، میتونه امر رفاه جامعه رو به اصطلاح تأمین بکنه و میتونه برابری انسانها رو فراهم بکنه، تو اون شرایط هستش که طبقه کارگر آلترناتیوش کمونیسم کارگری میتونه دست بالا رو پیدا بکنه. در این حال در سطح مایکرو، در شرایط مشخص هم الان مسئله اصلی که به نظر میرسه مطرح هست، مسئله تشکل کارگری هست. کارگران باید بتونن متشکل بشن. بدون تشکل، بدون داشتن تشکلی که به اصطلاح امر مبارزه کارگر رو به طور گسترده و همه جانبه‌ای به پیش ببره، ما نمیتونیم شاهد پیشروی‌های بیشتری باشیم. مسلما عامل اصلی مقابله با تشکل سرکوب همه جانبه جمهوری اسلامی، تحمیق همه جانبه جمهوری اسلامی و عوامل ارگان‌های تاثیرگذار در حفظ جمهوری اسلامی هستن. اما کارگران امروزه میتونن با در دست گرفتن ابزار مجمع عمومی و روتین کردن مجمع عمومی تشکل مناسب و منعطفی رو در شرایط حاضر به وجود بیارن، بهش شکل بدن در سطوح محل کار، در سطوح محل زندگی، و بتونن که به عظمت قدرت طبقه کارگر رو در مقابله با بورژوازی و حکومت جمهوری اسلامی به میدون بیارن و وارد عرصه های نبردی بشن که میتونه بخشی از پروسه کل آزادی طبقه کارگر در شرایط کنونی باشه. به نظرم امروزه باید روی تشکل دست گذاشت، بر اهمیت تشکل، نوع مناسب ترین تشکل یعنی مجامع عمومی، روتین کردن مجامع عمومی، تحمیل کردن مجامع عمومی و نمایندگان کارگرانی که در این مجامع عمومی هستن به کارفرما و دولت، و اون حلقه گرهی رو که ما برش تاکید کردیم، یعنی امر تشکل، امر اتحاد کارگری رو با در دست گرفتن این مسئله میشه پیش برد. با در دست گرفتن این مسئله هست که مسئله دستمزد، مسئله شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی در جامعه، مسئله ممنوعیت اعتصاب غیره غیره که بخشی از معضلات عمده کارگری هستن و معضلات اساسی کارگری هستن، میتونه کارگر جمهوری اسلامی رو و این حکومت اوباش اسلامی و آخوندی رو به اصطلاح وادار به عقب نشینی بکنه. حلقه اصلی گرهی تشکل، مناسب ترین تشکل مجامع عمومی هستن، روتین کردن و منظم برگزار کردن مجامع عمومی امر اصلی اتحاد کارگری رو میتونه تضمین بکنه.
خب وارد مبحث دوم برنامه امروز میشیم در ارتباط با مضحکه و شوی انتخاباتی ریاست جمهوری حکومت اسلامی در ایران، چه در ایران و چه در کشورهای مختلف که انتخابات داره، که انتخابات برگزار میشه، مردم با بیتوجهی به انتخابات نگاه میکنن و همیشه از یک حزب به یک حزب دیگه‌ای در کشورهای متعارف که انتخابات برگزار میشه میرن ممکنه رأی بدن، و یا اینکه اکثریت مردم تو انتخابات شرکت نمی کنن و رأی نمی دن. در ارتباط با جمهوری اسلامی هم به همین شکله و ما می بینیم که مردم با عنوان اینکه یک شوی انتخاباتی هست، یک مضحکه انتخاباتی هست، تمسخر خودشون رو نسبت به این مضحکه انتخاباتی ابراز می کنن. اهمیت انتخابات و شو انتخابات در کشورهای مختلف و همچنین اهمیت مضحکه انتخاباتی در نظام اسلامی ایران چیه و چرا مردم اصلا باید بهش توجه بکنن؟ ببینید، اون چیزی که انتخابات یا مضحکه انتخاباتی همون چیزی که شما اشاره کردید در ایران رو با کشورهای دیگه یکسان میکنه، مشروعیت بخشیدن به حکومت موجود هست. به درجاتی مشروعیت بخشیدن برای کشورهایی که به اصطلاح مبتنی بر دموکراسی هستند، مشروعیت دادن به حکومت خودشون که از آرای مردم و از صندوق رأی بیرون میاد اساس مسئله است. پیش از اون مشروعیت بر مبنای الهیات، مشروعیت بر مبنای خون و اشرافیت بود. در جمهوری اسلامی هم هرچند که یه سیستمی هستش که با سرکوب خونین به سر کار رسیده، ولی برای بقا و تمدید بقای خودش به نوعی، اشاره میکنم به نوعی، برای مشروعیت خودش مجبوره که مردم رو به پای مضحکه انتخاباتی بکشونه. اون چیزی که اساساً متمایزشون میکنه اینه که یک مضحکه است. رأی مردم فاقد کوچکترین اهمیتی در چنین سیستمی هست. انتخابات نیست، مضحکه است، آزادی نیست، احزاب آزاد نیستن، نمایندگان مورد نظر مردم یا نمایندگان نیروهای متفاوت در جامعه فاقد این هستند که بتونن به اصطلاح در یک پروسه انتخاباتی شرکت بکنن، بلکه برعکس در زندان ها هستن، در تبعید هستن، مورد انواع از اقسام اذیت و آزار هستن، سرکوب شدن، شکنجه شدن، کشتار میشن و هر روزه این پروسه است که جمهوری اسلامی ادامه میده. به این اعتبار حتی اگر انتخابات فاقد منعکس کننده اراده آرا مردم در انتخابات دموکراسی باشه که هست، در انتخابات جمهوری اسلامی مسئله به یک مضحکه تبدیل میشه و پوچیش از پیش به اصطلاح به مهرش بهش خورده و اینجا تبدیل میشه این مضحکه عملا از نقطه نظر مردم و از نقطه نظر ما اگر اهمیتی داشته باشه اینه که این مضحکه رو تبدیل میشه به یک صحنه جدال، یک صحنه رودررویی، یک صحنه تقابل اجتماعی با حکومت اوباش اسلامی در سطح جامعه. خب در ارتباط با این مضحکه انتخاباتی سیاست‌های مختلفی مطرح شده. برخی این رو مطرح میکنن که در این انتخابات نباید شرکت کرد، شرکت در این انتخابات عملا رأی به نظام جمهوری اسلامی و باید به این انتخابات نگفت. برخی دیگه مطرح میکنن که اگر در این انتخابات شرکت میشه، رأی که داده میشه باید رأی نه به شورای نگهبان باشه، رأی این که ما به شورای نگهبان رو به رسمیت نمیشناسیم و در نظام رژیم اسلامی مسئله انتخابات معنی نداره، بلکه همیشه انتصابات و عملا نتیجه از قبل تعیین شده است. و برخی دیگه هم این رو مطرح میکنن که بین بد و بدتر باید بد رو انتخاب بکنیم و انتخاب بعد به معنای رأی منفی به خود رژیم اسلامی است. بالاخره در ارتباط با مسئله شو نمایشی انتخاباتی رژیم اسلامی چه سیاستی باید اتخاذ بشه؟ آیا باید مردم در این انتخابات شرکت بکنن، نکنن، رأی منفی بدن و یا چه سیاستی باید اتخاذ بشه؟ ببینید، پیش از اینکه مسئله خود رأی گیری و روز رأی گیری بپردازیم، به پروسه‌ای که جمهوری اسلامی هر 4 سال یک بار در مقابل جامعه قرار میده تا زمانی که عمر سیاهش به اصطلاح هنوز به آیا نیافته بپردازیم. این پروسه همونطوری که اشاره شد انتخابات نیست، مضحکه است. شو نمایشی یک نمایش کثیف مذهبی هست تو جامعه که باید افشا بشه و نه تنها باید افشا بشه، بلکه صحنه رودررویی هست با جمهوری اسلامی. به جمهوری اسلامی در این پروسه باید یک تودهنی زد و اون تودهنی کار کسانی نیست که برای اصلاح جمهوری اسلامی تلاش میکنن.
تو دهنه زدن به حکومت جمهوری اسلامی کار کسانی نیست که میخوان هیولای اسلامی رو بزک کنن و بزک کرده به خورد مردم بدن. کار کسانی هست که برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش میکنن و سرنگونی جمهوری اسلامی رو گام اول در راه رسیدن به آزادی، برابری، رفاه و یک جامعه انسانی در اون جامعه میدونن. نتیجتاً سیاست ما در این دوره منبعث از استراتژی عمومی ما در مقابله با جمهوری اسلامی، یعنی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و مستقر کردن حکومتی مبتنی بر آزادی و برابری و رفاه و انسانیت در جامعه هستش. نیروهای دیگه علی جوادی، معنای عملیش برای معنای عملیش اینه که یعنی هر صحنه و هر جایگاه، هر به اصطلاح تلاش نمایشی جمهوری اسلامی رو باید به اعتراض بر علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرد. مسلما نباید در این مسحکه شرکت کرد. شرکت در مسحکه قرار گرفتن بر پروسه اصلاح جمهوری اسلامی در بهترین حالت و سناریوهایی هستش که مدافعین مشروط جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان حکومتی، اعتدال طلبیون حکومتی به اصطلاح مطرح میکنن و میگن سناریوی بین بد و بدتر یا تو دهنی زدن به اصطلاح یا نگفتن به شورای نگهبان هست. به کل جمهوری اسلامی، به کلیت جمهوری اسلامی باید نگفت و نه تنها نگفت، یک نه اعتراضی رادیکال، قاطعانه و فعالانه باید گفت و اون فقط این میتونه باشه که در مواجهه با جمهوری اسلامی در این پروسه بیشترین تحرک، بیشترین اعتراضات، بیشترین تعرض به جمهوری اسلامی سازمان داده بشه. اگر امکانش داشته باشه بساط انتخاباتیشون رو رو سرشون خراب کنیم. اگر امکانش داشته باشه افشاگری‌های عمیق سیاسی اجتماعی از کل جمهوری اسلامی رو و نه یک جناح جمهوری اسلامی رو در جامعه به اصطلاح مطرح بکنیم. اگر امکانش وجود داشته باشه اون روز رو به یک روز تعرض اعتراضی بر علیه جمهوری اسلامی تبدیل بکنیم. از نقطه نظر ما این دوره تعیین کننده هستن که سیاستمون در قبال اون هستش که به جمهوری اسلامی در مقابله مردمی که نگفتن به کلیت جمهوری اسلامی حکم سرنگونیشون دادن، مسلما این روز رو هم به بخشی از پروژه پیشروی امر سرنگونی جمهوری اسلامی باید تبدیل بکنن. خب علی جوادی، در ارتباط با نکاتی که مطرح کردین، برخی اینو میتونن مطرح بکنن که اونها موافقن با سیاست اعتراضی فعال در نسبت به انتخابات رژیم جمهوری اسلامی، منتها توازن قوا این اجازه رو نمیده که اعتراضات نسبت به این مسئله صورت بگیره و این رو مطرح میکنن اگه در این انتخابات شرکت نشه و این انتخابات تحریم بشه، معنای عملیش با در نظر گرفتن توازن قوا همون مسئله اعتراض به رژیم اسلامی خواهد بود. ببینید، اینایی که این مسئله رو مطرح میکنن تلاش میکنن که خاک تو چش مردم بپاشن. این کسانی که مطرح میکنن اتفاقا در صف اپوزیسیون سرنگونی طلب جمهوری اسلامی نیستن، در صف کسانی نیستن که اگر پرونده سیاسیشون رقم بزنید و ورق بزنید ببینید که بگن برای رسیدن به آزادی و برابری باید جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یک نقطه پایانی بر این حکومت سیاه کینه و خون و استثمار و نابرابری و زن ستیزی و کارگر ستیزی و جوان ستیزی رو بهش داده بشه. اینا مدافع این پرچم نیستن، مدافع این صف نیستن، نیروهای متعدد این صف نیستن. کسانی هستن که از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی همواره از یک جناح جمهوری اسلامی دفاع کردن. پرونده سیاسیشون رو نگاه کنید. از خمینی دفاع کردن در مقابل به اصطلاح جناح لیبرال بازرگان. بعدش اومدن جلو، از خاتمی دفاع کردن در مقابل اون، از رفسنجانی دفاع کردن در مقابل اون کسی. اینا زائده های جمهوری اسلامی هستن و نتیجتا صورت مسئله بحثشون تلاشی برای بزک کردن جمهوری اسلامی و تداوم بخشیدن به این هیولای سیاه اسلامی هستش. صورت مسئله، ظاهر بحث اینا فاقد کوچکترین اهمیتی است. باید همونطوری که هست همونطور نشون داد. تلا نیروهایی برای حفظ جمهوری اسلامی، نیروهای ارتجاعی، نیروهایی که حرکت امروزشون خاک پاشیدن تو چش مردم هست. اگر نه نیرویی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش میکنه، استراتژیش در مقابل این وضعیت نمیتونه متفاوت از استراتژیش در مقابل با کلیت جمهوری اسلامی باشه. نمیتونه یه روز به نفع جمهوری اسلامی پای صندوق رای بره، یه روز بگه من کلیت جمهوری اسلامی دارم بهش نمیگم. این نیرو فقط میتونه یک نیروی ارتجاعی باشه که در عمل مدافع جناح جمهوری اسلامی هست. این نیروها رو ما میشناسیم،
توده یا اکثریتی ها، جبهه ملی چی ها، نهضت آزادی چی ها، اینا نیروهایی هستند که به اصطلاح پروندهشون روشنتر از این هستش که مردم بخوان فریب اینا رو بخونن. بخشی از نیروهایی هم که از دولت فعلی به اصطلاح رونده شدن، سفره از جلوشون برچیده شده، سهمی بهشون داده نشده، اینا هم به بیرون از گردون جمهوری اسلامی پرتاب شدن، چنین مباحثی رو مطرح میکنن. هدف اینا سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، هدفشون بازگشت و سهمبری از قدرت حاکمیت جمهوری اسلامی است. تمام پروژهشون این هستش که جمهوری اسلامی یه مقداری بساطش رو پهن‌تر کنه، سفره‌ش رو بزرگتر کنه، اینا هم پای سفره‌ش بشونن تا بتونن به اصطلاح از چپاول اموال مردم، از غارت دسترنج مردم، از ستم و نابرابری و بی‌حقوقی که تو اون جامعه موجود هست، از شکاف عظیم طبقاتی و از اینکه اون قشر انگلی حاکم بر جامعه این چنین وضعیتی به وجه سهمی ببرن. اینا پروژهشون اینه، از سیر استدلالاشون به نظرم نباید شد. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. بار دیگر ما روز جهانی طبقه کارگر، اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر، روز اعلام اینکه آلترناتیو طبقه کارگر به عنوان یک آلترناتیو مطلوب، آلترناتیوی که میتونه یک دنیای برابر رو برای همگان به ارمغان بیاره، به همه طبقه کارگر و به همه مردم در سراسر ایران و دنیا تبریک میگیم. علی جوادی با تشکر از شما. متشکرم.